محمد هروی هستم، مدیر عامل شرکت تولید و صادرات فرش دستباف. فرش‌های اختصاصاً دستبافت و عموماً کار شهر کرمان، یعنی استان کرمان. به کیفیت مصالح بستگی داره و نوع بافت و نقشی که بافته شده و گره‌هایی که زده شده، هر چی ریزتر و ظریف‌تر بافته شده باشه، نظر ما کیفیتش. خیر، ما فعلا هماهنگ کننده بین تولید و عرضه هستیم. فقط دستی، به هیچ عنوان تو کار ماشینی نیستیم، چون اصلا دو مقوله جدا از هم هست، علی‌رغم شباهت هایی به هم دادن دارن، اینها یک کیفیت های جدا از هم ماهیتا فرق میکنن. در مرحله اول باید از کارگاه خالی بافی دیدن بکنن و ببینن که چجور گره میخوره و نوع گره رو ببینن، ولی اگه در مرحله بافته شده بخوام ببینم با دقت زیاد توی این نقش گره هست. گره هایی هست که دور خامه ها خورده به که از پشتش هم معلومه که اینا گره خورده. از همین که یک فرم و یک دست هم نیستن، معلومه که با دست زده شده جدا جدا. شناسه های خاصی که داره، کسایی که تو فرش بودن و میشناسن فرش های کرمان رو براشون قابل تفکیکی از فرش های دیگه. طرح ها که بیشتر الان کپی شده، ولی بله بعضی طرح ها از خاص کرمانه هست. بله، ولی کرمان بیشتر به این گل و اون تشت خالی بیشتر علاقه دارن. اگه ما خریداری داشته باشیم که احتیاج باشه که فرشش نداشته باشه آماده، احتیاج به سفارش باشه، ما سفارش میدیم، بافنده میبافه، پیش پرداخت بهش میدیم، کار تحویل داد گلش بهش پرداخت میکنیم. خواهش میکنم، من مهدی کمیابادی هستم، خواهش میکنم چون مسئول حسابداری هستم. ما فرشه همون که تولید میشن چون صادراتی هستن، دفتر مرکزیمون تهران هست، اینا همه ارسال میشه دفتر مرکزی تهران، اونجا ارزیابی میشه، بخشش خب باید صادرات انجام میشه، بخش داخل خود کشور به فروش میره. از خود شرکت که خدمتتون عرض بکنم که قبل از 1300 هجری شمسی دست بله دست کمپانی هند شرقی بوده. بخش همش هم در خود رنگزخانه های شرکت سامی فرش ایران در کرج تولید میشه. شمش نه از خود ایران تهیه میشه، ابریشم که به عنوان فرستان از قم هست. یکی مواد شیمیایی هست؟ مواد همیشه رنگی هستش، همیشه گیاهی هست. از پشم پنبه پودش هم با این نخ چله از پنبه هستش. این فرش از نوع سجوفت هست و در هر 10 سانتی متر 70 رج باید بافته بشه. نه خب اینا به صورت اینا بیمه‌ای هستن، اینا توی کارگاه متمرکز بافته میشن، بیمه‌ای هستن و از کارگران قالیباف خود شرکت هستن. وقت استراحت دارن، هم برای نماز هم برای نهار. این اگر که به تنهایی باشه که بخوان با بافن، حد اکثر یک سال نیم تا دو سال طول میکشه، ولی اگر دو نفر هرچی تعداد بیشتر باشه زمان بافتش هم کمتر خواهد. بله، ما اصلا کلان خودمون کارشناس فرش داریم، اینجا بازرس فنی داریم که مرتب تا کارگاه با تو مناظر سر میزنیم به قالی ها. بله، کنترل داریم اصلا نظر کیفیت. 10 نفر پرسنل داریم، پرسنل مرد هست که کار انبارداری، بازرسی فرش و کار امور مالیش رو انجام میده با سرایداریش. ولی بافنده همون اکثریت زن هستن. خب اینا از بافنده قدیمی شرکت بودن، خدمت شما هست کنم که دیگه بازنشست شدن، اکثرا بازنشست شدن. بعد دیگه ما به دلایلی دیگه مجوز نداشتیم که تو کارگاه بذاریم، به خاطر از مسائل همین هزینه های فرشی که فرمودید. بعد به خاطر همین تو منزل هم بافنده راحت تر هست، هم تولید فرش خیلی بالاتره که میتونه بافنده هم به فرش برسه هم به کارهای مناظر داره انجام بده. اکثر خان آقایان هم هستن، ولی خب به تناسب کمتره. یعنی ممکن نزدیک تقریبا 20 نفر مرد هست که تو رفسنجان میبافن و موقعی همه زن هستن.
ما تو بافنده همیشه دره اصیل کرمانی بیشتر بافته میشه. در های لوچک دارنج، سرام، سبزیکار، افشان، شاه عباسی، قاب قرآنی، قابی جنگلی. تره هزار گل هست و از همین نوع باز تره کبکی هم داریم که بافته میشه. هزار گل؟ ببینید اگر این نقش مثلا ریز بود اصلش به هیچ عنوان رو قالی نمیشد به بافی. این قالی 63 متر و 3 متر و 37 سانت نیم مربع وقتی تمام بشه 13,500,000 گره توش داده میشه. این الان به تشکیل داره اوج میبینه قالی ره. شما ببینید این گوجه رو قالی 1/16 هم میشه، 1/16 کوچک کوچک میشه. اولا شروعی کار حتی من برادرام هم هر ستا بافنده هستن، دوستان و همون بافنده هستن، گفتن امکان نداری یک رجبش به بافی. ولی خب ما توکل کردیم و تا ایجام الان نزدیک 30 سانت از طول بافته شده که حالا تشکیل داریم. بله بله همه این رو همه قالی بافته میشه. بله بله همینه الان این بله بله این طرف خاصی هست. طرف خاصی. هاش این زمینه. هاشش هم یک شاخه درخت رز هست. از پایین وسط شروع میشه. میره بالا آخر دور این میزنه. دور این اون میگه الان اونجا میریم توضیح میدم. این حالت تابلو پیدا میکنه. باز الان اونجا رفتی توضیح میدم. حتی هاشی اولش گلای هخامنشی رو من کشیدم که حالت قاب داره، دور قالی به عنوان یک قاب. این قالی آویزونی هسته، بعد اگر خدا بخواه بافته بشه چیزی نیست که زیر پا. اولین فرش بافین از 9 سالگی بلد شدم. ما تقریبا 40 کیلومتری شرق رفسنجان یه کوهستونی هست به نام به حساب ما محلی ها میگیم دردور، ولی دره دور نوشته میشه. کوهستون هم هست. من اونجا از سن 9 سالگی تا تقریبا 26 سالگی اونجا بودم. بله بعد از اون دیگه بودم رفسنجان بازرس فنی شرکت فرش بودم. بله بعد ما برای خانوادگی 4 تا برادر هستیم که هر 4 تا تو همه کار هستیم. ولی خب عوض میخوام به فرمایشان متاسفانه کار دیگه داره منقرض میشه. این میله، این رو زمین، این میله باریکه، این میله رو میکنیم داخل تو این تون با میریزیم، میزون میکنیم. ببینه این فاصله ها، مثلا فاصله 20 سانت، بعض یا 30 سانت، تو این فاصله این تون نظم میدیم که فاصله های اینا با هم یکی باشن، توجه میکنه. بعد وقتی یه آماد شد این به عنوان گرد خالیه، اینه کاری میکنه. شما ببینه این گل شد، این گل این رو نقشه. ما به خاطر اینکه این باز زمینه که آبی میشه آسمونی میشه هماهنگ باشه، این اونی رنگ ها این است. از سر رنگ آبی بافته، کم رنگ، پر رنگ، پر رنگ زد. این خود این میشه قابی دور قالی. این هم یه حاشیه بزرگ که تو عرض کردم، این شاخر از اینجا شروع میشه میره بالا آخر کار دوباره جمع میشه دور قالی ره. نه این چی رشن میشه بود اینطور روش کشید میشه یه رش تمام. اینا ببینم سر تا سر پشت هم بافته میشه. تمام شد این پود میکشیم روش، پود میکشیم، این میشه ملاتش. بله این سر تا سر بافته میشه. در هر یک میلیمتر دو تیکره میزده میشه. این فاصله 20 سانته، تو 20 سانت 440 جلو و 440 عقب. این نحوه بافتن هسته نقشه هم از اون نقشه نگاه میکنن این بافتن. این الان این ببینن این برگ، این برگ شده اون. این کار فقط عشق میخواد. کسانی بافنده هستن باور نمی کنن که قالی بافته میشه در یک میلیمتر دور گره زده میشه.
در یک سانتی مربع 400 تا گرد زده میشه. توجه میکنن؟ ولی من واقعا از این پشت کار میشینم، مثل اینکه حالا از نمیدونم از تمام فشارهای دنیا آزاد شدم، اومدم اینجا نشستم، من خودم هستم، این گل میبینم، این فاصله. ولی فکر میکنم از تمام فشارهای دنیا آزاد شدم، اومدم یه جایی که بیش از یک دنیا هست. توجه میفرمایید؟ تا این هم نباشی نمیشین تو فرشید با بافی. این هم یه فرشی هست قیمتی، بگیم 5 بچه داریم، 5 تکش کنم بدم اینا. طبعا خوب میفروشم، تا زمانی زنده هستم نه نگه میدارم. دوستان ممکن مثلا یه مدت بگذارم تو موزه، از زنده باشم امانت تو موزه سنتی که دوستان مردم کرمان بیان ببینن. خب بعضی ها لذت میبرن، بعضی ها حالیشون نیست، بستگی داره. اینو به اصطلاح خود ما میگیم کلوزار. بله، بعضی ها میگن دفتین. این هم این مال چیز اوپور میکشیم. اینو پاکی که به حساب یا قلابی که میبافیم و ریس میبریم. اینم به اصطلاح ما میگیم دیلم. این بعضی ها ندارن، خیلی نایی نداره. اینم برای خاطر این چینا اینجوری میزنه که چینا جلو کشیده بشن پشت قالی صافتر بیایید. اینم ستا وسیله داره، این دیلم، این کلوزار، اینم پاکی یا قلاب. بله با همین بزرگی چرا کار خوب این اگر بخوای بزرگ بافیم قالیش به جایی میشه 4 متر نیم عرضش، بخوای مثل اینا بشه 4 متر نیم عرض میشه 7 متر طول، 4 هفته 28 میشه 31 متر نیم، الان میشه 3 متر 37 سان. بعضیا همین میگن چه اینو چه موکت فرق داره، ولی بعضیا میگن داداش آقای جلال پور بودن اینجو خیلی هر کی میاد خیلی لذت برد و خانمش گفت که این متری چند بیرون بیا، گفت خانم اینو میگی سانتی چند، گفتم حال اونش دیگه به هر حال مونده، خدا بخواد خدا قوتی بده ما زنده باشیم ببافیمش. بله نوه شما اما این گوشکاروه جون هم این ببینن این چقدر ریز شده این منطقه منطقه تکاب هست تقریبا بکنم حلوش 40 پارچ روستا باشه و روستای حال حاضر که هستیم روستای روزخانه هسته نه از بسیار فقیر که متاسفانه هیچ گوشتی از لحاظ مادی فرهنگی نداشتم متاسفانه مسئول تقریبا اینا همه شو از تقریبا 5 سالگی شو بکار کردم و تو برای هنها کار میکنم مدتی که ما توی این منطقه داره کار میکنم تقریبا 17 ساله ولی اینا قبل از ما هم باز خودشون کار میکرد الان البته یه سری دختر جوان هستن که کار قالی بافی یاد ندارم ما میخواییم بخش آموزش انشالله راه اندازش کنیم این رنگ هایی که ببینید شما الان موقع نگاه بکنید به این طرف قالی با اون طرف قالی با همدیگه یکی هستن این بند خود نقشه ای که این طرف داره مثلا موقع میگه جا خود این طرف هم باید بافته بشه، این چهار گوشی بافته میشه اینا با این خوندن به همدیگه میرسونن مثلا چه رنگی رو با کجا کار باید به کار ببرن والا ببینید کار کشاورزی هست که فصلی هسته و همیشه وقت نیم ببینید کار قالی بافی همیشه وقت هسته چه تابستون چه زمستون میتونه فعالیت کنه مشکل نداره تقریبا درآمد روزانشان تقریبا بین 20 تا 25 هزار تومان در حال حاضر هست حالا اگر دولت کمی که بکنه ممکنه زیادتر بشه ولی در حال حاضر بین 20 تا 25 تومان درآمدشان الان در حال حاضر خیلی زیاد ببینید موقع دو نفر که باشن اینا بین 40 تا 50 هزار تومان درآمد داره خب تقریبا میتونه امرار معاش برای یه خرج خورد خوراک اینا داشته باشه اگه همینا باشه دیگه مجبورن گرسنگی بکشن همین حقوق کمی هم که هست باز براشون بد نیست اگر نبودش شاید بودن ما خیلی به چشم نیاد توی منطقه اما نبودمون خیلی به چشم میاد همه روز 20 تا 25 شما برای هر نفر موقع یه خانواده دو نفر که باشن کاملا امرار معاش میکنن